روزهای انقلاب و حضور در خیابانهای تونس هنوز به پایان نیامده است. وکلا و قضات تونسی در مقابل کاخ دادگستری به بیکفایتی دستگاه قضایی در محاکمه سردمداران رژیم سابق اعتراض می در بزرگترین تظاهرات مردم در تونس بعد از سرنگونی بین علی اتحادی های کارگری و سندیکه های تونس به خیابان های پایتخت و دیگر شهرها آمدند انقلاب تا رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داشت انقلاب ما هنوز به نتایج و اهداف خود نرسیده است انقلاب تنها با فرار کردن رئیس فاسد دولت فاسد به پایان نمی رسد انقلاب علیه تمامیت فساد، ظلم و دیکتاتوری است پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن مردم در پایتخت و پنج شهر دیگر استفاده کرد. روز گذشته دادگاهی در تونیس وزیر دادگستری سابق را از اتهامات خود تبرئه کرد و چند روز پیش نیست رئیس سابق اطلاعات تونس از اتهام جعل گذرنامه برای خانواده بن علی تبرئه شد. در همین حال انتخابات عمومی تونس برای روز 23 اکتبر تعیین شده است.